اوکراین روز گذشته خبر از تصرف دوباره تمام مناطق اطراف کیف توسط نیروهای این کشور داد و برای نخستین بار از زمان تهاجم روسیه مدعی کنترل کامل مناطق در پایتخت شده اند. مدافعان ما همچنان با کنترل در مناطق کیف و چرنیف ادامه می دهند. پرچم های ملی اوکراین در مناطقی که موقتا اشغال شده بود به احتزاز در آمده است. نیرهای مسلح اوکراین اجازه نمی دهند که مهاجمان بدون درگیری آنجا را ترک کنند. آنان خسارات وارد می کنند. آنان هر کسی را که ما می توانیم با آنان برسیم گرفتار و نابود می کنند. ما در سمت شرقی و در دنباس دفاع خود را تقویت می کنیم. ما آگاه هستیم که دشمن زخایر برای افزایش فشار در مناطق شرقی دارد. معاون وزیر دفاع اوکراین در فیسبوک اعلام کرد که تمام مناطق کیف از کنترل مهاجمان آزاد شده است. هیچ اظهار نظری از سوی روسیه در مورد این ادعا صورت نگرفت و رویترز نتوانست فوراً آن را تایید کند. در بوچا اجساد در جاده ها پراگنده بود. شاروال شهر از کشته شدن 300 تندران خبر داد ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیروهای روسی را متهم کرد که هنگام عقب نشینی ما را در شمال جابجا جا کردند و ای علاوه کرد که آنها خانه ها تجهیزات حتی اجساد افراد کشته شده را با ماین ما انفجار می دهند. وزارت دفاع روسیه به درخواست برای اظهار نظر در مورد اتهامات مربوط به ماین ها پاسخ ارائه نکرده است اما روسیه اقدامات خود در اوکراین را عملیات نظامی ویژه برای غیر نظامی ساختن امسایه خود میخواند. وزارت دفاع روسیه گفته است که حملات راکتی اردوی این کشور امروز یک شنبه یک پالایشگاه نفت و سه تاسیسات ذخایر مواد سخت را در نزدیکی بندر اودیسا در بحیره سیای اوکراین منهدم کرد. ساکنان شهر اودیسا امروز یک شنبه با صداهای انفجار که با پخش دود غلیز در فضای شهر امراه بود و اطراف شهر را فرا گرفته بود روز را آغاز کردند. من در خانه بودم و ترسناک بود زیرا دیوارها میلرزید. بدون بیرون رفتم و دیدم که در نزدیکی خانه من انفجار رخ داده است و دیدم در آنجا یک تانک در حال سوختن است انفجار بزرگ بود مانند سقوط یک تیاره هرگز چنین چیز را ندیده بودم اردوی روسیه اعلام کرد که به یک کارخانه تولید نفت و انبارهای مواد سوخت در اطراف شهر بندری استراتژیک حمله کرده است. صبح امروز پالاشگاه نفت و سه انبار مواد سوخت و راکت های بحری تخریب شد آن امکانات برای تأمین نیرهای اوکراینی در نزدیکی شهر میکولایف استفاده می شد ولادیسلاو نظروف نماینده فرماندهی عملیات جنوب اوکراین در بیانیه ویدیویی گفت دشمن به روش زشت خود در تخریب زیر بناهای حیاتی ادامه می دهد. روسیه عقب نشینی نیروهای خود در نزدیکی کیف را با عنوان یک حرکت حسن نیت در مذاکرات صلح به تصویر کشیده است. هر دو طرف مذاکرات را که این هفته در استانبول و از طریق مجازی و لینک ویدیویی برگزار شد دشوار توصیف کردند. اما یک مذاکره کننده اوکراینی روز شنبه گفت پیشرفت کافی برای امکان گفتگوهای مستقیم میان زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حاصل شده است لیلا ما حبیب زیمی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا واشنگتن دی سی